علاقه مندان برنامه مودت خوش آمد میگوییم و امیدواریم دیگران نیز به شما ملحق شدند برای شنیدن پیغام خداوند. عزیزان، موضوع امروز درباره شادی دریافت نجات میباشد که کشیش ایوان از کلام مقدس آن را برای ما شرح میدهند. ایمان داریم که باعث نجات و شادی تک تک شما عزیزان باشد. از انجیل لوقا باب 15 آیات 8 تا 10 را میشنویم. یا کدام زن است که 10 درهم داشته باشد، هرگاه 1 درهم گم شود چراغی افروخته خانه را جاروب نکند و با دقت تفحص ننماید تا آن را بیابد، و چون یافت دوستان و همسایگان خود را جمع کرده میگوید با من شادی کنید زیرا درهم گم شده را پیدا کردم. همچنین به شما میگویم شادی برای فرشتگان خدا روی میدهد به سبب یک خطاکار که توبه کند. خدا را شکر میکنیم بینندگان عزیز که اگر کسی امروز در بین ما در این وضعیت سرگردان و گم شده است پیدا بشه، برای اینکه خداوند دنبال این طور افراده. و به شما هم خیر مقدم میگم، سلام میگم، متشکریم که ما را به خانه هاتون راه دادید و ما را پذیرفتید. پس انشالله که بتونیم اون پیغامی که خداوند برای شما داره به نفع احسن ارائه بدیم. در این داستان کوچیک یا مثال که عیسی مسیح میگه یک زنی بود 10 تا درهم داشت، یکیش گم شد و رفت چراغ روشن کرد، به دقت تفحص کرد تا بالاخره این 1 درهمش رو پیدا کرد. وقتی پیدا کرد خیلی خوشحال شد و دوستان و آشنایانش رو دعوت کرد، گفت ببینید من این سکه من که گم شده بود الان پیدا کردم. همینطور میگه وقتی یک گناهکار از راه بدش برمیگرده به سوی خدا، تمام فرشته‌های آسمان شادی میکنن. عزیزان، واقعا خدا را شکر میکنیم که خداوند به خاطر یک نفر حاضر جونش را فدا کنه. اگر این زن میگفت که من 9 تاشا دارم، چه لازم دارم در برای یه دونه این همه زحمت بکشم، برم جارو بردارم، چراغ روشن کنم، زحمت بکشم، صندلی ها را این ور ور بکنم، زیرش را جارو کنم، خب اون 9 تاشا دارم دیگه، کافیه. همینطور خداوند هیچ وقت ما را اهانت نمی کنه، ما را از چشم نمی اندازه، برای یک نفر ارزش قائله. و چون خدا برای یک نفر ارزش قائله، این مثال را برای ما گفت تا ما بدونیم که جریان چطور آب می خوره و از کجا. در مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پاهای من چراغه و برای راه‌های من نوره. و بعد میگه در آیه 130، همون 119-130 میگه کشف کلام تو نور میبخشه. این زن اول چراغ را روشن کرد. برای نجات شخص خداوند اول یه نوری را میفرسته، اول چراغی را روشن میکنه و اون چراغ یعنی کلام خودش، یعنی باز شدن کلام، آشکار شدن عیسی مسیح در کلام خداوند. اون نوره. عیسی مسیح هم گفت من نور عالم هستم. پس وقتی ما کسی را میخواییم ببینیم نجات پیدا میکنه، اولین قدم اینه که با کلام خدا آشنا بشه، یا گفته بشه یا موعظه بشه. چون میگه که کی بفرستم، چطور بفرستم و با چه پیغام بفرستم. در رومیان میگه وقتی پیغام خداوند در دهان ما باشه، ما بریم و بگیم به مردم، این به منزله همون نوری است که این زن روشن کرد برای پیدا کردن همون یک سکه. بعد میگه خانه را جارو زد. در مزمور 51 آیات 7 و 10 و 11 میخوانیم که داوود که گم شده و میخواد که پیدا بشه، ولی
میخواد از گناه دست بکشه. کسی که میخواد پیدا بشه یعنی از گناه باید دست بکشه. در مزمور 51 یعنی آیات 7 و 10 و 11 میگه خداوندا مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوان‌هایی که کوبیده‌ای به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا محو کن. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من نگیر. پس ملاحظه فرمودید در اینجا داوود میگه دل طاهر در من بیافرین، روح مستقیم در من در باطنم تازه ساز. دل ما باید عوض بشه، احساسات ما باید عوض بشه، روحیه ما باید عوض بشه. ما باید بدونیم که خداوند اومده که باطن ما را عوض کنه، از درون ما را عوض کنه، از درون ما را پاک کنه، نه از بیرون. که متاسفانه مذاهب همه درباره بیرون حرف میزنن، دستاتو چطور بشوری، پاهاتو بشوری، نمیدونم سرتو بشوری، ولی مسیح میگه من قلبت را میخوام بشورم، قلبت را پاک کنم، خانه قلبت را میخوام جارو بزنم و تمیز کنم و خودم بیام اونجا بشینم. که کلام خداوند میگه در مکاشفه 3:20 میگه بر در قلبت ایستادم و میکوبم، اگر صدای منو بشنوی و در قلبت رو باز کنی من وارد شده و با تو مشارکت را شروع میکنم. پس خداوند ما عیسی مسیح وقتی میخواد که شادی خودش را در قلب ما بریزه، آرامشش را بریزه، مجبوره که این قلب را عوض کنه. قلبی که پر از کینه هست، کدورت هست، قلبی که دیگه خسته شده از این زندگی، قلبی که همش پر از غیبته، این قلب باید عوض بشه، این طبیعت باید عوض بشه، باید طبیعت الهی در ما بیاد. و مسیحیت یعنی خلقت جدید، خلقت تازه. و همینطور در انجیل لوقا باب 19 آیه 10 میگه که به دقت اون تفحص کرد، یعنی تفتیش کرد، به دقت تفتیش کرد که ببینه کجا هست. عزیزان خداوند میخواد که قلب ما را تفتیش کنه. خداوند عارف القلوبه. ما نمیتونیم خداوند را اجازه ندیم که قلب ما را تفتیش کنه. خدا با روح القدس، با اون چراغ قوه روح القدس قلب ما را تفتیش میکنه و ما را آزاد میکنه. در لوقا 19:10 میگه زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید، یعنی تفتیش کنه، تفحص کنه که این گم شده کجاست. کلام خداوند میگه چشمان خدا از آسمان به زمین نگاه میکنه، همیشه داره نگاه میکنه تا کسی را پیدا کنه که قلبش مشتاق خودشه. اگر امروز قلب شما عزیزان من برای خداست، خدا اونا میبینه و میخواد که این قلب را پاک کنه و خودش بیاد اونجا بشینه سلطنت کنه. همینطور در مزمور 51 آیه 12 میگه شادی نجات را به من بشنوان. شادی نجات را به من بشنوان، یعنی نجات وقتی میابیم حتما شادی توش هست. کسی نمیتونه که نجات پیدا کنه ولی غمگین باشه. آیه 12 میگه شادی نجات خود را به من بازده، بشنوان، به من بازده. پس عیسی مسیح از آسمان اومده که ما را نجات بده، که به ما شادی بده. در انجیل یوحنا باب 15 عیسی مسیح میگه شادی خودم را میدم به شما که شادیتون کامل بشه. انسان امروزی ما را زخمی کرده، ما را جریه دار کرده، ما را نیمه اوریان و همینطور زخمی انداخته، کسی به فکر دیگری نیست. اما بدون دوست من یک نفر هست که همیشه تو را میپاد، اون عیسی مسیحه و میخواد که امروز به تو شادی نجات را بده. و با این
آیه ما تمام میکنیم که داوود همون دعایی که کرد گفت منو شادی بده به من، شادی و خرمی را به من بشنوان، ما هم دعا کنیم که خداوندا به من هم اون شادی را بده چون در من نیست. دعا کنیم که خداوند این شادی نجات را همین امشب، همین امروز، همین لحظات، همین موقعیتی که ما درش هستیم به ما بده. خداوندا کمک کن که خداوند عیسی مسیح برای من آشکار بشه. قلب خود را باز میکنم، چراغ آسمانیت را در قلب من بنداز، بیا و قلب مرا جارو کن، بیا و مرا تفتیش کن و خداوندا من که گم شده هستم منو بیاب و منو نجات بده. همونطور که گفتی من آمدم تا گم شده را بجویم و نجات بدم، مسیح جان من گم شده هستم، منو نجات بده. برای اینکه برای جلال نام پدر طلبیدم به نام عیسی مسیح، آمین. دوست عزیز، امروز روز نجاته، امروز روز مقبوله. خدا را شکر که وقتی نجات را ما لمس میکنیم و عیسی مسیح در قلبهای ما میاد، شادی خداوند قوت و قدرت ما میشه. شما را به خدا میسپارم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و تا برنامه آینده خدا نگهدارت. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.
موفق خواهد کرد، چون دعایم شنیده آزادم کرده. نور عیسی آمده در من تابیده، گناهم برداشته، نجاتم داده. مؤمنین به مسیح خداوند هستی. چون آهوی تشنه جانم خشک شده، دائم تو را می‌خوانم مرا جواده. رویت را طالب هستم تا تو را خداوند مسیح. بازم ممنونم از شماهایی که با ما تماس گرفتین. با کارهایی که خداوند در زندگی شما کرده ما رو در جریان گذاشتین و واقعا زندگی من رو هم میتونم بگم عوض کردین. به خاطر اینکه این باعث تشویق تمام ما بچه‌هایی هست که در این استدیو زحمت میکشن و در سراسر دنیا در واقع زحمت میکشن که بتونن پیغام رو به شما برسونن. اتفاقا امروز در دلم هست یک شهادتی رو با شما تقسیم کنم، شهادت حقیقی رو که یک نفر وقتی تلفن زد به من و توضیح داد که چه اتفاقی براش افتاده به شما بدم. یک دوستی دارم الان، من با هم دوست شدیم، البته قبلا دوست نبودیم،
تعریف میکرد که ایشون اعتیاد داشته و مواد مخدر به دیگران میداده و وقتی مواد مخدر به کسی میده اون شخص سالس پول نداشته به او بده و به جای پول به او یک ریسیور یا گیرنده ساتالیت بهش تقدیم میکنه و وقتی او گیرنده رو میبره خونه میگه خب چیکار کنم با این، شروع میکنه وصل کردن اون گیرنده و همینطور که تنظیم میکرده گیرندهش رو متوجه میشه که یک شخصی ایستاده و داره دعا میکنه و همونجا مکس میکنه و با اون شخص شروع میکنه دعا کردن و اون دعا به زبان فارسی بوده و بعد تماس میگیره و توضیح میده که اون دعا چه انقلابی در زندگیش ایجاد کرد. خود شخص تعریف میکرد که من تا قبل از این به خداوند ناسزا میگفتم و حرفای رکیک میزدم ولی بعد از اون دعا فهمیدم که خدا محبته و عشقه و الان زندگیش عوض شده و میتونم با جرئت بگم بیش از 500 نفر رو تا به حال بهشون گفته که خدا در زندگیش چیکار کرده و زندگی‌هاشون رو تحت تاثیر قرار داده. من خدا رو شکر میکنم برای اینکه اینجور میتونیم ما کشورمون رو و فارسی زبان‌های داخل ایران رو بتونیم پیغام انجیل رو بهشون برسونیم، بتونیم زندگی‌هاشون رو از اعماق لجن و گناه عوض کنیم، آزاد کنیم، بیرون بیاریم با فیض عیسی مسیح و وارد ملکوت الهی خداوندمون عیسی مسیح بکنیم. مسیح خداوند برای شما جونش رو داده و آزادی رو برای شما آماده کرده. میخوام یک آیه رو با هم بخونیم از یوحنا 8. واقعا این تماس تلفنی های شما ما رو برکت میده و بلند میکنه و باعث میشه که واقعا نمیدونم، من هر روز میگم خداوند مرا فروتن بساز و این فیض توئه که اجازه دارم یک همچین کاری رو انجام بدم. هر کدوم از بچه های تیم واقعا زحمت میکشن و باز هم احتیاج به دعای شما داریم. این آیه رو با هم میخونیم و آیه از یوحنا 8 آیه 32 میگوید و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آیه 36 میگه پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود. این دوست من رو در ایران پسر آزاد کرد و امروز از اعتیاد آزاده و برای او میدرخشه. پیغام جالبش اینه که میگه یه موقعی من دلال هروئین بودم، امروز دلال کلام خدا هستم، امروز فروشنده کلام خدا هستم، ولی هیچ چیز در عوض اون نمیخوام جز اینکه دعای شما رو میخوام. بله عزیزان، باز هم به پایان برنامه ها رسیدیم و آخر برنامه های امروز. امیدوارم که در واقع امید فکر نمی کنم دیگه جایش باشه، باید بگم که ایمان دارم که خداوند امروز با قلب شما کارهای عظیمی انجام داده و این دعایی رو میخوام دوباره تذکر بدم که امروز خوندم. یکی این که هر جا که روح خداست آنجا آزادی است و هر که را پسر آزاد کنند او حقیقتا آزاد است. بله، هر جا که روح خداست آنجا آزادی است. اکنون
خدا رایم کرد زهر ترس و گناه ظاهر بنمود در مسیحا محبت خود را. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com